درود بر شما، من هومن شهروندی هستم از گروه خبری سایت اختر نیوز از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل همراه شما هستم در این بخش خبری با چند خبر کوتاه. 700 هزار دوز دیگر از واکسن کرونا شرکت فایزر تحویل مقامات اسرائیلی شد. از ماه دسامبر سال گذشته اسرائیل به عنوان اولین کشور خارج از آمریکا از واکسن فایزر برخوردار شده است. این بزرگترین محموله است که در طی یک روز به این کشور رسیده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ورود این محموله بزرگ از بروکسل بلژیک ارسال شده است. بنیامین نتانیاهو گفت: اکنون دیگر اطمینان دارم که کشورم اسرائیل اولین کشور دنیا به زودی بحران کرونا را پشت سر خواهد گذاشت و به زودی روال عادی زندگی را اعلام خواهم کرد. سازمان نظام پزشکی با انتشار نامه خطاب به حسن روحانی تاکید بر لزوم خرید واکسن فایزر را نگاهی نسبتاً علمی به سیاسی کاری در این زمینه هشدار داده است. پس از آن که علی خامنه ای اخیراً ممنوع کرده از خرید واکسن را، موضوعی که به نگرانی ها در رابطه با سلامتی و جان مردم ایران دامن زده است. سازمان نظام پزشکی میگوید اولویت تهیه و خرید واکسن نیازی حیاتی و ضروری است که باید صرفاً بر اساس نگرش علمی و بر اساس مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی روز به آن پرداخته شود. و خبر آخر در این بخش خبری، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با هدف جذب افراد بیشتری از گروه جمعیتی مختلف و تجارب و اطلاعات متنوع‌تری که دارند یک وبسایت جدید راه اندازی کرده است. به نظر می‌رسد دوران سنتی استخدام در این سازمان که اکثر آنها مردان سفیدپوست هستند، تحصیل کرده در دانشگاه‌های ممتاز آمریکا بودند، به پایان رسیده است. در حال حاضر رئیس این سازمان یک زن است و ریاست هر بخش مهم آن از جمله بخش علوم و فناوری، بخش عملیات و بخش نوآوری دیجیتالی به عهده زنان است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. باید بگم که جاسوسی یک نوع شغل محسوب میشه. تا فردا مواظب و مراقب خودتون باشید.